اونایی که اینستاگرام ما رو دنبال میکنن میدونم که دو سه روز تقریبا ما دنبال ماشین میگردیم، اما امروز روزیه که داریم واقعا یه دونه اینا رو انتخاب کنیم و یکیشو برداریم ببریم. هنوز کدومه نمیدونم، شما هم نمیدونید، ولی میتونید حد بزنید همین الان انتخاب کنید. الان با هم قرار بریم چند تا ماشین رو روشن کنیم، تست کنیم، صداشون رو بشنویم. و قبل از این هم که امروز، یعنی امروز روز دومه، ما اومدیم یه تست درایو کردیم با همه اینا، ولی با همه این تفاصیل یه دور دیگه قراره بریم چیکار کنیم، امتحانشون کنیم. قبل از اینکه این ویدیو رو کامل ببینید، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید، بقیه ویدیو رو از دست ندید. خب بچه ها، اینم ماشین جگوار اف تایپ، توش این شکلیه که داریم میبینیم. اینم این طرف، این ماشین دو تا صندلی بیشتر نداره، عقبش هم به این صورته که داریم میبینیم. اینم از سقفش، ولی یه مدل دیگه هست که کلن قالونده. خلاص این مدل نرمالشه. الان میریم یه دونه کروکش هم میبینیم، کروک به چیزای کانورتبل منظورم. بریم ببینیمش، روی اونم نظر بدین و حتما یادتون باشه توی کامنت ها بنویسین که اگر شما میخواستین این ماشین رو بخرین کدومش رو انتخاب میکرد. خیلی خوشگله واقعا. F-Type 3 لیتر. چه اینا دقیقا اینا همونه، ولی فرق کرده فقط. اوکی. چک وارو. اینم از جلوشه. خب اوکی، بریم سراغ دو تا دونه پرش. پرشه رو ببینیم کدومش باید. انقدر آپشن ماشین زیاده که آدم نمیدونه چی رو باید ببینه. زیاده که نمیدونیم چی انتخاب کنیم، ولی با کمک شما همیشه همه چی رو میتونیم بهترینش انتخاب کنیم. کامنت ها رو یادتون نره. منتظر این دره واسه هنوز باز نشده. نه. یه نفر بیاد باز کنه. بچه الان ما میخواییم دو تا دونه ماشین رو امتحان کنیم، یه پورشه پانامرا و یه دونه پورشه. This one. Okay. بچه ها این سرصدا زیاد داره. بچه ها بیا یه توضیح در مورد این ماشین بهتون بدم. این ماشین فیوریت ماشین منه، یعنی این ماشین رو واقعا دوست دارم. و یه چیز از این ماشین و صدای بسیار بسیار زیبایی که داره. بریم صداشو بشنویم. داخلش هم ببینیم. داخلشو ببینیم. خب دوست داریم صداشو؟ یپ. نظر شما چیه؟ صدای این ماشین به نظر من بد نیست، خوبه، اما من خودم به شخصه آدمی هم که دوست دارم یه جایی برم آروم برم، کسی نفهمه، کسی نبینه، ولی بازم صدای ماشین اینجوری دوست دارم، مخصوصا تو اتوبان که اینجوری گاز میدی. اوکی، این از این ماشین. خب بریم ماشین بعدی هم مثلتون بگم. اوکی، میریم ماشین بعدی، پورشه پانامرا. خیلیاتون این ماشین رو میشناسید، میدونید این ماشین چقدر قدرتمنده، میدونید چقدر بزرگه. اگه نگاش کنید نسبت به ماشینای دیگه که کل این نمایشگاه هستن، چه اونایی که شاسی بلندن چه اونایی که شاسی کوتاهن، این خیلی بزرگتر از همه است. دور بزنیم دورش. او مای گاد، خیلی بزرگه.
منظر از عقب‌تر فیلم می‌گیری ببین با اندازه‌شو ببینی چند قدمه از اینجا شروع میشه چه 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم 5 قدم 6 قدم 6 قدم یه ذره تا بیای با اون جلو برسی. همین الان من که تو خونه پاشه 6 قدم بردار بعد اندازه کل این ماشین رو می‌فهمی چقدر بزرگه. اینم پورشه پانامرای سفیده. میام داخل. داخلش رو ببینیم. یه ماشین فوق‌العاده خوشگل، تمام دکمه‌هاش خوش‌جاد، خوش‌دست، همه چیش عالی. حالا روشنش هم می‌کنیم. خب. خب ببینم با کلید اون یکی پورشه میشه اینو روشن کرد یا نه. روشن شد. بچه این ماشین لاودی نیست ولی وقتی که بهش گاز میدی ببین این دور موتور چه سری میاد بالا، خیلی سری میره. این این ماشین رو ما تست درایو کردیم و واقعا ماشینی بود که تا وقتی گازش میدادی اینجوری میکوفته تو صندلی. و فقط تنها مشکلی که من با این ماشین دارم ارتفاع خیلی خیلی پایینشه. نگاه کنی ارتفاعش تا پایین یه دست بایین واو. ولی بذار پشتش هم ببینیم. ولی بازم ماشین خوبیه. به نظر شما کدوم رو انتخاب کنیم؟ آقای پانوراما. پانوراما پانوراما. بچه ها خیلی توپله، خیلی بزرگه، بزرگه، توپولیه. بچه قبل از این ما سواری یه دونه پورشه کاین شدیم که 4x4 بود، این شاسی بلند بود به قول خودمون ایرانی ها، که خیلی باحال بود، رو همه جا میتونستی بپرید. ولی این یکی خیلی ارتفاعش از زمین پایینه، باید سر کربا و نمیدونم دست اندازه و اینجور داستان ها خیلی آروم باش درایف کنی، به خاطر اینکه اگه تون بری روی کربا مطمئن باش نصفی از ماشینت میره زیرش. به خاطر همین هر کی از این ماشینا میبینید تو خیابون سواره خیلی آروم میره، نه اینکه دلش نخواد گاز بده، دوست داره گاز بده ولی شرایطش نمیذاره. بچه‌ها من حقیقتش از پورشه ماکان خوشم نمیاد. البته اونجا نشون شما میدم. الان این ماشین بعدی که داریم میبینیم بیشتر خانومانه است. این پورشه ماکان که داریم میبینید همه میگن ماشین خیلی خوبیه. همه میگن ماشین خیلی خوبیه. اما من یه ذره با شکل و شمایل شد اندازش مشکل داره. یعنی پورش نیست، مثل یه دونه ماشین شاسی بلند معمولیه. بیر پشتش رو ببینید. تنها نقطه که خوشگله توی این ماشین چراغای عقبش. بذار بگیرم چراغاشو. خب همین الان بهم بگید اگر شما قرار بود همین الان از بین این ماشین ها انتخاب میکردید و یکیشو میخریدی واسه خودت که ایشالله هم میخری، کدومو انتخاب میکردی؟ ماکان؟ کیمن؟ پانوراما؟ پانوراما؟ کیمن؟ ماکان؟ دو رنگ هم داره. خب بچه اومدیم به ساین کردن رسیدیم، یعنی که قرارداد ماشین رو بنویسیم. امرو با کی؟ آقا همین یکی از رفیقای جدید ولی خیلی خوبه، احساس خیلی صمیمی دارم باشون. خوبه دارم عزیزم. واقعا میبینیم که سلزبن خیلی خفن نمونه و پیجشون هم براتون میذارم همینجا رو تصویر اینا هاش یه جا همینجا براتون میذارمش تو ادیت بهتون باشه حتما به پیجشون سر بزنید چون اینفلوئنسر هم هستن با خانومشون. زنده باشید. افتخار دادین که ما رو انتخاب کردین. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. همه چی آماده است واسه رسانه کردن. یه دون ایونت شدیم. آخرش زنده باش. بفرمایید. کجا رو واتس ساین کنیم؟ اینجا. این هم خدمت شما. مبارکتون باشه. خیلی ممنون. مرسی. مبارکتون باشه. زنده باشید. خوب باشید. خب بچه ماشین رو گرفتیم، الان دکمه‌شو میزنیم. هر کی دیدین که چراغش روشن شد اون ماشینه. اوکی فکر می‌کنی اینه یا نه؟ قبلش هم الان یه کامنت بذار بریم. 1 2 3 این ماشین رو دادم. بچه خیلی ممنون که تو خرید این ماشین کلی بهم کمک کردیم تو اینستاگرام. دمتونم گرم. یه دیگه دارید ماشین بتنید ببینید چیه. بسیار هم خوشگل و زیبا، کلی از این اپشن ماپشن ها داری که به قول رفیقمون میگو باید بری توی یوتیوب بگردی بفهمی که چی به چیه هر کدومش چیکار میکنه. دوستون دارم،
فعلا خدافظ. ویدیو بعدی در مورد آپشن های این ماشین. یادتون نره.